توجه کنید به خبر تازه‌ای که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. منابع مردمی از وقوع انفجار در مسجد گذرگاه ولایت هرات خبر می‌دهند. به گفته این منابع، این انفجار تلفاتی نیز در پی دارد. و مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گذرگاه هرات، نیز در این انفجار کشته شده است. منابع محلی در ولایت هرات میگویند که مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گذرگاه هرات، در پی یک انفجار امروز جمعه 11 سنبله که در این مسجد رخ داده کشته شده است. در همین حال سخنگوی والی هرات گفته است که این انفجار برخواسته از حمله انتحاری بوده و افزوده که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در داخل مسجد رخ داده است. وزارت داخله این انفجار را تایید می کند، اما می گوید که تلفات دقیق آن هنوز مشخص نشده است. در صفحه روزنامه 8 صبح آمده است که منابع مردمی در ولایت هرات می گوید که انفجار امروز در مسجد گذرگاه بیش از 20 کشته بر جا گذاشته است. انفجار ساعت 12:40 روز جمعه 11 سنبله در مسجد گذرگاه هرات حین ادای نماز جماعت رخ داده است. منابع میگویند که در این رویداد 10 تن زخمی شده است. حکومت افغانستان مرگ مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات و محافظانش را تایید کردند. در صفحه خامه پرس آمده است که مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گذرگاه هرات، در انفجار امروز کشته شده است. شاهدان عینی در ولایت هرات میگوید که یک انفجار امروز جمعه 11 سنبله در مسجد گذرگاه شهر هرات مرکز این ولایت رخ داده است. با گفته شاهدان عینی، این انفجار تلفات در پی داشته و مولوی مجیب الرحمن انصاری نیز از جمله کشته شدگان است. تا اکنون از چگونگی رویداد و تلفات دقیق از این انفجار اطلاعات در دست نیست. مسئولان امنیتی هرات هنوز در این باره چیزی نگفتند. همچنان در صفحه رسمی تلویزیون طلوع آمده است که مقامای محلی هرات میگوید که مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گذرگاه و یکی از علمای دین مشهور کشور، امروز جمعه در یک انفجار در این ولایت جان باخته است. همچنان در خبر تازه دیگری که رسانه آریان نیوز در صفحه رسمی خود منتشر کرده است که منابع محلی در ولایت هرات میگوید که مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گذرگاه هرات، در پی یک انفجار امروز جمعه 11 سنبله که در این مسجد رخ داده کشته شده است. در همین حال سخنگوی والی هرات گفته است که این انفجار برخواسته از حمله انتحاری بوده و افزوده که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در داخل مسجد رخ داده است. وزارت داخله این انفجار را تایید می کند، اما می گوید که تلفات دقیق آن هنوز مشخص نشده است.